به به همه ادوانسمنت ها رو به دست آوردم. حرکات تاکتیکی میزنن، سیستم 3-5-2 سیب زمینی با شارپ پرس 100,000. اگه یه دقیقه توانی رو قطع نکنه برقو، یه دقیقه که منظورم یکی دو ساعته من ویدیو براتون ضبط کنم. خجالت نمیکشی؟ ها؟ نمیدونم تو قرن 21 تسلا داره آدم میفرسته فضا، شاتل میفرسته فضا، بعد این شاتل خودش فرود میاد، محققان دارن چیزای جدید کشف میکنن، بعد ما برقمون هی قطع میشه، روزی 3-4 ساعت برقمون قطعه. اشکال نداره، امیدوارم دیگه امروز قطع نشه برخلاف دیروز که بتونم ویدیو رو اوکیش کنم. میخوام حرکات پشمی ریزون بزنیم با کامنت ها، مخصوصا محور اصلی این ویدیو کامنت هاست. میخوام اینچنتمنت های عجیب و غریب بزنم، چند تا چیز دیگر رو تست کنم که شما هم نوشته بودید، یه ماب جدید تست کنم. البته ماب جدید که نیست، یه مابیه که توی حالت عادی تو بازی نمیتونید ببینید، اونو میخوام اسپان کنم و بریم ببینیم چه خبره. او یس، اولین کامندی که نوشتید مربوط به ادوانسمنت، یه کامنده که خودم فکر میکنم همه ادوانسمنت ها رو بهمون بده. داداشمون تو کامنت نوشته بود اینو بزن: ادوانسمنت grant gamer everything. ادوانسمنت چه جالب، اصلا وقتی این علامت کجکیه رو میزنید چی بود؟ اینو میزنید ادوانسمنت میاد و grant، آها revoke هم داره، فکر کنم بتونم ادوانسمنت رو از خودم بگیرم. grant gamer everything. با همه ادوانسمنت ها رو به دست آوردم. این همه خودم رو تو سری سوروایول جر دادم، راحت اینجا میاد ادوانسمنت ها رو. اوه چقدر طول میکشه، بعد همه اینا علامتاش میاد، آهنگاش رو پخش میکنه. اوه اوه کر شدم. چه خبرتونه؟ باشه حالا باشه، من گرفتم همه رو الان. اوکی، همه ادوانسمنت ها رو الان دارم، لیست رو ببینیم. به ای ادوانسمنت مربوط به این سرویس دیگه نیا دیگه. What the fuck. باشه اوکی دیگه، تمامش کنید دیگه. یه ادوانسمنتی که تو آپدیت جدید اومده، نگاه کردن به توتیه از تو لنز یک سپای گلاس، بعد نگاه کردن به گسته، یکی دیگرش هم نگاه کردن به اندر دراغونه. خیلی ادوانسمنت های سختی اضافه نشده به بازی. ادوانسمنت تو که کامندشو زدیم، بذار ریوکش کنیم. ریوک گیمیار ایوریثینگ. همه ادوانسمنت ها رو خودم گرفتم. باحال، خیلی باحاله برای تست کردن، خیلی باحاله. در صورت دم کسی که اینو نوشته بود گرم، خیلی کامند باحالی بود، مخصوصا وقتی آدم میخواد تمرین کنه برای به دست آوردن یک ادوانسمنت خاص، میتونه خیلی کاربردی باشه. خودم اینو نمیدونستم اصلا. اپیزودهای پیش خرگوش قاتل یا همون هاستایل رابیت رو اسپان کردیم، جاینت زامبی هم اسپان کردیم و الان میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از ماپای بازی که فقط فکر کنم بشه با کامند اسپانش کرد. بعید میدونم تویش نسخه ای بشه بدون کامند این ماب رو دید. سامن ایلوژنر، ماینکرافت ایلوژنر دیگه، ایلوژنر رو میزنم، ماینکرافتش رو نمیخواد بزنم. توی من قشنگ ایناش. این داداشمون یکی از اعضای رید قرار بوده باشه و قرار بوده یک حرکاتی بزنه تو رید در کنار بقیه دوستان، در کنار ویندیکیتور و ایووکر و وکس و ویچ و اینجور افراد قرار بوده حرکت بزنه، ولی نمیدونم چرا دیگه محلش نذاشتم بدبخت. و بذارید گیم مود رو عوض کنم ببینم کاری میکنه. کتکم میزنه. آره چه جالب، اوه اوه بلایندمون میکنه، چقدر جالب، کورم کرد با تیرش. ایلوژنر، ایلوژن میشه توهم کلن. بسه آقا بسه، چقدرم بد میزنه. تیراندازیش به خوبی اسکلتونه، با این تفاوت که کور میکنه آدم، خیلی رو مختره. نه چرا اینا رو زیاد میشن، یه دونه بودن به خدا، اینا یه دونه بودن. توتم و فانداین بگیرم دستم، یه وقت نمیرم و هی میرن تو هم اسپان میشن. چه جالب، یکی بخر چهار تا ببرن اینا. یه لحظه سینا هستم از آینده بعد از ادیت ویدیو و چند تا نکته باید اضافه کنم. اولیش راجع به ایلوژنره، برای این به ایلوژنر میگیم، مثلا ایلوژنر یعنی کسی که توهم ایجاد میکنه که چهار تا میشه. تا حالا میدونستی؟ نه. و من اینو توی ویدیو نفهمیدم، بعدش موقع ادیت اینو متوجه شدم. الان میذارم روی سوروایول و این کلن برای این بهش میگیم ایلوژنر، منو کور کن الان. آها کور کرده بود منو، که چهار تا میشه، بعد یه دونه از این چهار تا خود ایلوژنر واقعی است و سه تا از اینا الان ایلوژن یا توهمه. نکبت واقع بدونی، قیافتونو تو آینه نگاه کن. و کلن آره دیگه، برای این به این ماب میگن ایلوژنر.
چیز باحالی هم هست، کاش تو بازی یه جایی بود مثلا توی وودلند منشن یا اینجور جا بودش، باحال میشد. و وقتی یه دونشون رو بکشی همشون با هم میمیرن. فکر کنم فقط تیر اولشون بود که خیلی دمیج زد بهم. یه نکته دیگه راجع به کامندا که فکر کنم تو اپیزود پیش نگفتم اینه که اگه میخواید کامند قبلیتون رو بهش دسترسی داشته باشید، دکمه کنترل رو بزنید و بعد دکمه بالا پایین میشه زد. دیگه کامندای قبلی ما الان بهشون دسترسی داره. فکر کنم اینو نگفتم تو اپیزود قبلی، گفتم کار از محکم کاری اپ نمیکنه. اوکی سامان ماینکرافت ایلوژنر. نکنید الان این 4 تان دستشو هوا میکنه، آدم کور میشه. ببینیم افکتش چند ثانیه است. خیلی نیست، نزدیک فکر کنم 20 ثانیه باشه. و فرض کنید این واقعا توی رید بود. تو این مدت الان ایووکر و وکس و رویجر و همه این ویندیکیتور همه این ریخته بودن رو سر کله من. حرکات تاکتیکی میزنن، سیستم 3-5-2، یک مهاجم نوک استفاده میکنن، دو هافبک دفاعی و همه شون هم با هم دمیج میکنن، یکی برای همه، همه برای یکی. صدای مردنشون هم صدای تهوع آوره، با حالت تهوع میمیرن. من میدونم قطعاً همه تون دوست دارید نبرد جانی با ایلوژنر رو ببینید، ببینیم آیا جانی به ایلوژنر حمله میکنه و اگه هم حمله میکنه نتیجهش چی میشه. 10 ساعت امبیل، نیم تگ، ویندیکیتور پای ثابت همه اپیزودهای آزمایشگاه ماینکرافته. چرا تایپ نمیکنه؟ تایپ کن دیگه. نیم تگ نذاشتم، بعد میگم چرا تایپ نمیکنه. فوبیا دارم، هی فوبیای اینو دارم که وسط کار برق بره، بعد دوباره همه زحماتم به فنا میره. دیروزم براتون داشتم سوروایول ضبط میکردم که کلا قطع شد و خدا رو شکر بکاپ میگیرم از مپام قبل اینکه اجراشون کنم. یه چاره ای نیست، گفتم بذار امروز دیگه سوروایول ضبط نکنم، 2 روز پشت سر هم یه روزم قطع شده، گفتم آزمایشگاه ماینکرافت براتون ضبط کنم. در سمت چپ قهرمانی از خطه رید، در سمت راست ایلوژنر که داره زمین مسابقه رو ترک میکنه از ترسش. بیا بالا کپک. یه ویندیکیتور دیگه اینجا اسپام میکنم برات. این مسابقات داخلی قهرمان ریده، قهرمان اینا میره مسابقات کشوری. ببینیم توی خود رید کی برنده میشه. جانی ای بابا رفت سراغ خرگوشه که و تو محیط بسته این آزمایش انجام میدادم. ایلوژنر با ایلوژنر رو کاری ندارن اصلا. No, God! و اگه سوروایولش کنم همه اینو به من کار دارن حالا. شت، ببینیم چطوری میشده. یه نوع جانی هم اینجا هست الان، ویژن هم نداریم، شبیه ساز ریده. اوه الان 8 تا ایلوژنر دنبال منن. فقط به بعضی هاشون نمیدونم چرا تیر نمیخوره، بگیر نگیر داره. الان من دارم قشنگ میزنمشون ولی آها الان تازه دمیج میخورم. بس دیگه، مسخره بازیتون رو در آوردین، گمشین دیگه. جانی هم که اینجا داره مابای دیگر رو میزنه. پس جانی خورشید پشتش به ماست، حالا میدونستی؟ جانی به ایلوژنر کاری نداره ولی به جاینت زامبی کار داره. عجیب واقعا. یکی دیگه از کامندهای بسیار خوب و کاربردی که شما نوشتین رو الان میخوام تست کنم، کامندیه که توی کریتیو فوق العاده به درد میخوره و کاش که اینو زودتر میفهمیدم. شما تو کامنت ها نوشتید دمتون گرم. با زدن این کامنت وقتی که توی کریتیو بمیریم، بعد از مردنمون اینونتوریمون رو نگه میداریم. واو. و دیگه نیازی نیست من 10 ساعت برم دوباره آیتمامو بردارم یا تو سرچ اینجا سرچ آیتمز بزنم انویل یا نیم تگ. همه آیتمامو برام نگه میداره. نگه میداره. نگه هم میگم نگه، نمیدونم چرا. واو. گیم رول، چه جالب. این کامنت گیم رول، گیم رول میشه قوانین بازی و از اینجا میشه چقدر چیزای مختلفی رو تغییر داد. مثلا میشه رید ها رو دیسیبل کرد که رید اصلا حمله نکنه. دو دیل لایت سایکل، میتونم اینو دیسیبل کنم که همیشه روز باشه. باورتون میشه؟ فایر تیکو میتونم کنسل کنم، یعنی برم بشینم تو لاوا. اینسامنیا، بیخوابی، چقدر کامنده تو گیم رول. یونیورسال انگر چیه؟ بذار اولینو بزنم. A B C D F G H I J K. اینونتوری ترو فالس داره دیگه، ترو روشن میکنه، فالس خاموش میکنه. و الان برای امتحانش خودکشی ریز میزنیم. سوروایول مود، ریسپان. دمتون گرم، اینونتوریمو نگه میدارم. یکم بریم کامنده دیگه گیم رول هم سرچ کنیم. حالا نیبوده بودم تو این قسمت، کم کم دارم همه کامنده رو یاد میگیرم. تعریف خود نباشه ولی announce advancement، میتونیم خاموش کنیم اینو که نگه دیگه اون بالا advancement رو گرفتی. daily cycles، اینو بکنم false، همیشه تایم همین باشه. بعضی موقع هوا بهاری میشه، بگیم کاش که همیشه هوا همینطوری بود.
دقیقاً همونه. اینسامنیا بیخوابی نمیدونم چی، اینا رو میذارم اپیزودهای بعد. ماب اسپانینگ هم حتی میشه قطع کرد. چقدر خوب. دراونینگ دمیج میتونیم اینو بذاریم که موقع غرق شدن دمیج نخوریم. ماب گریفینگ، مابا گریه زاری میکنن، عزاداری میکنن مابا. یونیورسال انگر چیه؟ همه با هم دعوا میکنن. یه چیزی بود توی جی تی سن اندریس، آشوب در شهر میشد. یونیورسال انگر الان شو. چرا درگیر نمیشد با هم؟ الان همه باید خشمگین باشن قاعدتا. اینجا فکر کنم مردم سوئیس و نروژن که خوشحالترین مردم جهان هن، اصلا عصبانی نمیشن. کامنت کار نمی کنیم. برحال شاید چیزهای دیگه ای داره که من نمیدونم. این گیم رول خیلی چیز خفنی بود، میذارم برای اپیزودهای بعدی. توی اپیزودهای بعدی آزمایشگاه ماینکرافت تستش میکنیم، ببینیم دیگه چیا داره و چی کارو میشه کرد. و اما میرسیم به هیجان انگیزترین قسمت ویدیو، قسمتی که خودم خیلی هیجان دارم بابتش. میخوایم اینچنتمنت های عجیب غریب درست کنیم، بذاریم رو وسایل عجیب غریب. این کاری که فکر کنم فقط توی نسخه جاوا بشه انجام داد، فکر کنم اینطوری باشه. با استفاده از کامند میشه این کارو کرد. مثلا میشه آنبرکینگ 100 هزار زد روی سیب زمینی، یا مثلا شارپنس 70 بزنی روی چه میدونم، بزنی روی چست مثلا. و کامندش هم اینه: گیو، بده به من، به گیم یار، به این جانب. اوکی. بعد وسیله‌ای که میخوام، مثلا من میخوام روی سورد بزنم، نذرایت سورد، سورد، آیرن سورد، نذرایت سورد. و اینجا کاملا معلومه دیگه، دارم با کد به بازی میگم، میدونه نذرایت سورد بده من. چیزی که مهمه، چیزی که باعث میشه که این چنتمن روش باشه اینه: باید از این برکت ها بذاریم و اینجا بنویسیم علاوه بر اینکه خود سورد رو میدی، من این چنتمنت هم روش میخوام. این چنتمنت دو نقطه، خودم دارم از کاغذ نگاه میکنم. بعد یه دونه از این برکت ها باید بذاریم. یاد ریاضی میافتم، این پرانتز بود تو پرانتز، همینه دقیقاً. بعد دوباره یه دونه از این برکت هایی که اینطوریه باید بذاریم، اینطوری دقت کنید. بعد آیدی اینچنتمنت مونه، اینجا بهش میگیم که چه اینچنتمنتی من میخوام روی این وسیله. اسمایت، بعد یه دونه از این ویرگولا میذاریم، کوت مارکت، کوتیشن مارکت فکر کنم بهش بگن. اسمایت، بعد کوتیشن اونو میبندیم. خر تو خر شد یکم، ولی ببینید میفهمید. بعد یه کاما، یه دون از این ویرگولا، نقطه نیست تا ویرگوله. بعد لولشو می‌نویسیم LVL، مخفف لول، دو نقطه. اسمایت 100 هزار می‌خوام، اسمایت 100 هزار روی شمشیر نیدرایتی. بعد اینو که زدیم دقیقاً مثل ریاضی مونه، بعد همه پرانتزا رو ببندیم به ترتیب. اول یه دونه از اینا داشتیم، بعد یه دونه از اینا داشتیم، یه دونه دیگه از اینا. فکر کنم یه چیزی اشتباه زدم، چون رنگش تغییر نکرده. باید رنگش یه جوری بشه که بگه که این کامند ولیده، اینی وجود داره. آها، اینچنتمنت یه دونه یه اضافی نذاشته بودم. دست به دامان حضرت گوگل بشیم دوباره. اوه، اینترنت ها داره قطع میشه، فکر کنم برقای اطرافمون رفته. بعدی منم، وای، فکر کنم اینترنت هم ندارم، باید خودم پیداش کنم. خیلی ممنون. آه ناکس، یه فاصله من اینجا اشتباه اضافی گذاشته بودم سر یک فاصله. الان کو شمشیر نیدرایتی با لول 100 هزار اسمایت. به 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 به. الان کیپ اینونتوری من تروه، هر چقدرم بمیرم دیگه نمیخواد برم دنبال این شمشیره. ببینیم با اسمایت 100 هزار دمیجش چقدره. 8 تا اتک دمیجه که اسمایت فقط روی یک سری از ماپا کار میکرد. مثلا رو آیرن گولم کار نمیکنه. رو جانی چی؟ رو جانی هم کار نمیکنه. الان کامندشو دارم، اسمایت رو تبدیل میکنم به شارپنس که روی همه چی کار کنه دیگه. شارپنس 100 هزار دمج 50,000 و 8.5. الهی شکرت، توهمه. 8.5ش به خاطر خود شمشیر، 50,000 تا هم دمج به خاطر اینچنتمنتی که زدم روش اومده. وای، بریم مسخره بازی یکم. ویلجر رو با یه ضرب میکشم. اوه اوه، چه صدایی داد. یعنی یه صدایی بود که یه جوری دردش اومد که همچی صدایی من نشنیده بودم اصلا تو بازی از ویلجر. آیرن گولم با یه ضرب. Stop it. Get some help. من واقعا همچی صدایی ندیده بودم، نشنیده بودم این ویلجر رو در بیارن. الان میخوام ویدر رو بکشم. وای، ببینید ویدر رو با چند تا ضربه میشه کشت با شارپنس 100 هزار. سامون ویدر. بله. چی شد؟ تموم شد، با یک ضرب ویدر رو کشتم. تاده. یه بار دیگه من باید ببینم. با یک ضرب ویدر رو میکشم. بیا برو. اینطوری چرخید بنده خدا. اون شیلدش هم اومد
دورش که وقتی که جونش نصف میشه شیلد میاد دورش، بعد فقط با شمشیر میشه زد. حتی اونم اومد دورش ولی خب با یه ضرب مرد. خودتون میدونید دیگه، سامن ماینکرافت اندر دراگون. اندر دراگون رو میرم با چند ضرب میتونم بکشم. اندر دراگون رو با یه ضرب میکشه. حالا میخوام یه چیز جالب رو نشونتون بدم، البته شاید بعضیاتون بدونید. میخوام همین شارپنس رو روی سیب زمینی بزنم. ماینکرافت با... سیب زمینی با شارپنس 100,000. کجاست؟ سیب زمینی این چینج شده داریم. جالبه واقعا. و کار هم میکنه، و کار هم میکنه. وای، یعنی شارپنس رو بزنید رو سیب زمینی اثرش اعمال میشه. 50,000 تا این سیب زمینی الان دمیج میزنه. و شت دارم همه ویلیجرامو میکشم، اصلا حواسم نیست. میخوام اندر دراگون رو با سیب زمینی بکشم. بله. با یه ضرب با سیب زمینی اندر دراگون رو کشتم. به به. نسخه جاوا به این خوبیات ول میکنید، میرید پاکت ادیشن و چه میدونم ویندوز و اینجور چیزا بازی میکنید. من نمیدونم واقعا، مثلا تو نسخه پاکت ادیشن آیا میتونید با سیب زمینی این چنج شده با یک ضرب ویلیجر رو بکشید؟ زدم ترکوندم اینجا رو یکم ویلیجر اسپان کنم دوباره. و قاعدتا میشه که رو مثلا آرمورهامون هم پروتکشن های زیاد بزنیم. ماینکرافت نیدر و چست بلید که شارپنس ریم به درد نمیخوره، با پروتکشن 100,000. به 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 به، پروتکشن 4 رو میذاریم کنار، پروتکشن 100,000. میام توی این تیکه آزمایشگاهمون یه دونه ویدر اسپام میکنم. ویدر مودو تغییر بدیم به سوروایول و دیگه میشینیم اینجا، کاری نداریم دیگه. حتی جونم داره کم میشه به خاطر سم میشه. یه زد کشتمش. بذار یک کاری کنم، کلی زامبی اسپان کنم، یک لشکر زامبی. ببینیم پروتکشن 100,000 چه اثری داره در مقابل زامبی ها. چقدر جالب، الان 60,000 تا زامبی دارن منو میزنن. بازم اسپان میکنم، بازم اسپان میکنم زامبی. خب هلمت هم الان تموم میشه. قاعدتا اگه پروتکشن 100,000 نداشتم تا حالا 7-8 باری مرده بودم تو همین چند ثانیه. اوه اوه اوه، دارم سرویس میشم، بسته دیگه. با سیب زمینی میزنمشون. و قاعدتا میشه افیشنسی های عجیب غریبم زد که کاربرد زیادی فکر نمی کنم داشته باشه، چون همین افیشنسی 5 رو که آدم روی وسایلش میزنه تو خود بازی در آن واحد بلاک ها رو میکنه، ولی حالا ما این کارم انجام میدیم. این بیل نیدر رایت شاول با افیشنسی لحظه سرنوشت تاز. آره تالا بیل نیدر رایتی نیده بودم، چرا باله. اصلا در آن واحد بلاک رو بر میداره، یعنی اصلا هیچ انیمیشنی وجود نداره از کنده شدن بلاک. البته من چقدر احمقم، من تو کریتیوم میرم سوروایول. دقیقا همونه، یعنی انگار توی کریتیو دارید بلاک میکنید. ببینیم رو سنگ کار میکنه، افیشنسی روی شاول آیا کمک میکنه که سنگ ها رو زود بکنه؟ نه. خودم هم انتظار زیادی نداشتم از افیشنسی روی وسایل، چون اما افیشنسی 5 خودش خیلی کارو سریع میکنه. بذار فیدر فالینگ بزنم روی بوتس. نیدرایت لگینگز فیدر فالینگ. چرا نمیده فدر فالینگ؟ چه جالب، این چنج شده است ولی هیچ اینچنتی روش نیست. شاید فدر فالینگ رو نمیده بهمون این مقدار، 100,000 رو. 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چون مرغان حریصی بی‌نوا. و اما دوباره توقف، دوباره توقف. فهمیدم ایراد کار کجا بود، اینو فدر فالینگ رو تونستم اوکی کنم، ولی میخوام تستش کنیم. باید موقع زدن این کامند بین فدر و فالینگ یه دونه آندرلاین باشه. هر جا که شی یا آیتمی بینش فاصله بود نباید اسپیس بذاریم. مثلا نیدر رایت بوتس بینش آندرلاین، فدر فالینگ هم بینش باید آندرلاین باشه. الان من دارم اینو پوشیدم، فدر فالینگ 100 از همین بالا. ببینیم مثلا بالای فدر فالینگ 4 فرقی داره با فدر فالینگ 4 یا نه. الان فدر فالینگ 100 پامه. نه چه جالب، یعنی از 4 به بعد دیگه تغییری نمیکنه. الان فدر فالینگ 100 من پام بود. خب فعلا بریم موردهای بعدیمون رو چک کنیم. موردهای جالبی توی بازی هست، بیشترشون هم با کامنده. یکی از کامنت هایی که شاید هم سرکاری باشه اینه، نوشته بودید یه اسپان اگی هست که ویلیجر خاص بهت میده. give@p@p خودم هم تو بازی دیگه هم پلیر اسپان اگ اسپانر. اصلا چیه
اسپانر خالی اسپانر چی میده بهمون؟ مثلا این الان اسپانر چیه؟ خوکت توش در میاد فکر کنم اسپانر. بله خوکا بندری میزنن اون تو. اینا آیتمایی که فقط تو کریتیو میشه دسترسی داشت بهش. من دوستمونم چیزی که اینجا نوشته بود من که پیدا نکردم، تو کامندا نبود. شاید باید آیدی بزنم، آیدی 51. همشون خوکن. چه جالب، روی همه اسپانر هم کله دراگون فکر کنم. در صورت اسپانر رو دیدیم فهمیدیم میشه اسپانر داشت تو بازی، فقط هم توش خوکه. و اما یک کامند دیگه، یک کامند دیگه خیلی مختصر و مفید. کیل اتساین ای، اتساین ای یعنی همه، یکی همه رو بزن به ترکو. فکر کنم اینو بزنم همه بمیرن. کسی نیست. رفتن هم از اینجا. چقدر خوب میشه همه رو کشت. سوت و کور شد اینجا چقدر. بله کامند خیلی خوب و خیلی کاربردیه و خیلی هم سری میشه زد. کیل ای، کیل ای، اسم سیاه‌پوسته است. میم های اون فوق‌العاده است و درباره منم صدق میکنه. خیلی از کارهایی که من میکنم میتونن میم بسازن باش، مثلا راه راحت تری هم هست به جای اینکه با شمشیر همه رو بکشی. کیل ای، راحت. و اما گفتید اکسالاتل رو میشه با تراپیکال فیش تکثیرش کرد. یکی از چیزایی بود که تو اپیزود پیش برام سوال بود. تراپیکال فیش میخوری همو؟ نمیخوره که. سوروایول. ای تراپیکال فیش ها رو، فیش ها رو شکار میکنه. چقدر باحال. بیا تراپیکال فیش. تمارز هم میکنه مثل همیشه. گفتید که خودشو میزنه به موش مردگی وقتی میزنه بغل، بعضی موقع تکون نمیخوره. و اما دوباره به پشت صحنه خوش اومدید. فهمیدم ایراد کار کجا بود. باید تراپیکال فیش رو با سطل بدیم به اکسلاتلا. اینم از این. جفتشو دادم به یه نفر فکر کنم. اگر چرخیدن قاطی شد یا نه. آه چقدر رومانتیک نزدیک هم شدن، اینطوری لولیدن مثل کرم. آره ایراد کار اینجا بود، تراپیکال فیش رو باید با سطل بهشون بدیم. خیلی خوش اشتها هستن دوستامون و کلن حمله میکنن به هر چیزی اینا زیر آب حمله کنن. وای بچه شو عزیزم، بچه اکسلاتل نهیده بودم طوله. بذار ببینم این دو اینسامنیا چی کار میکنه تو این کامندای گیم رول. و چقدر هم خوب دی نایت سایکل رو که کلا کنسل کردن، دیگه شب نمیشه، این نمیخواد 10 ساعت کامند بذارم که دوباره روز شه و اینجور چیزا. یعنی توی سری کریتیو هم آدم میتونه پیشرفت کنه با کامند یاد گرفتن، این چیزی که خودم من فکر نکرده بودم بهش تا حالا. و یک درب جدید باز میشه اصلا، میتونم وسایل اینچنت داره خفن درست کنم، مثلا بدون زامبی یه دونه شمشیر شارپنس سنگین بدم بندازمش به جون مثلا 7 8 تا آیرن گولم، ببینیم چی میشه. این همه کارهایی که تو اپیزودهای پیش رو میشه انجام داد. امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود و میشه حرکات جدید زد تو بازی. الانم متاسفانه اینترنت ندارم. فدر فالینگ 10000 درست کنیم باش بپریم از ارتفاع ببینیم چی میشه. اینا میره برای اپیزودهای پیش رو. کلی کامند دیگه است که اینا رو همه رو میتونیم تست کنیم، مسخره بازی در بیاریم برای اپیزودهای بعدی. دم همتون گرم، میتونید کامنتاتون هم بنویسید تا مثل کامنتایی که امروز استفاده کردم ازشون برای تست کردن ایده ها و اینجور چیزا کمک کنه به ساخت این ویدیوها و کلن سری آزمایشگاه ماینکرافت. اما همتون گرم، واقعا از همتون ممنونم که ویدیوها رو میبینید، لایک میکنید، کامنت میذارید و تا اپیزود بعدی بدرود.